نوبت گذشته بر این قصه زمان و گذشت زمان تأکید کردم و اینکه مولانا میگفت که باکی نیست، روزها گر رفت گو رو، باک نیست. اگر گذشت، اگر عمر رفت، اگر هر چیز دیگری، سرمایه دیگری از دست رفت، رفت، اما جبران شده از تو بمان، ای اون که چون تو پاک نیست. و بعد این بیت رو: هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. اینم از ابیات خیلی لطیف و عمیق مولاناست. ببینید، میگوید که جاهای دیگه هم مولوی این رو داره، میگه ماهی ها هیچ وقت از آب ملول نمیشن، برای اینکه آب عین بقایشونه، عین جانشونه. میگوید که عشق واقعی همین جور چیزیست، آدمی ملول نمیشه، سیر نمیشه از او. چیزهایی که میاد و جزء وجود شما میشه، مقوم جان شما میشه و به شما هویت و شخصیت میبخشه، این ملالاور نیست. ملالاور چیزیست که بیرون از شماست، جزء جان شما نشده. حالا شیرینی میخورید، میوه میخورید، نمیدارم فیلم نگاه میکنید، هر کاری میکنید که ابتدا براتون لذت آوره، ولی رفته رفته حوصله شما رو سر میبره، ملولتون میکنه و باید به چیز دیگری بپردازید تا رفع ملال بشه. یا اینکه به اصطلاح ناهوشیاری و بیخودی پیشه کنید، یعنی به قول مولانا ننگ خمرو بنگ بر خود مینهند. کسی خمری بخورد، شرابی بخورد، بنگی بکشد تا از این عالم غافل بشه، اصلا نه فکر شادی باشه، نه فکر غم باشه، به کل ذهنش پاک بشه از این مقولات. اما تا وقتی که در حال هوشیاری و بیداری است، بالاخره چیزها ملال میارن. یک چیزایی هستن که اصلا ملال نمیارن، چون دوگانگی وجود نداره بین اونها و بین وجود شما. این همون حرفی است که اینجا مولانا میزه. و بعدن وقتی که وارد مسئله عشق میشه، که این رو دیگه به بست تمام میگه که انشالله خواهیم رسید: هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. اونایی که ماهی صفت نیستند از این آب سیر میشن. شما هرچی هم شنا دوست داشته باشید، بالاخره از آب سیر میشید، مگر اینکه ماهی باشید، که به قول مولانا ماهیان را نقد شد: از این آب نان و آب و جامه و دارو و خواب. همه چیز ماهی ها از آبه، جاشون توی آبه، مسکنشون اونجاست، لباسشون از آبه، خوابشون در آبه، بیداریشون در آبه، داروشون از آبه، غذاشون از آبه، همه چیزشون. و به تعبیر مولانا که درست هم هست، خوابشون هم نمیره، ماهی ها نمیخوابن برخلاف ما که میخوابیم. و بعد در جای دیگه میگوید که ماهیان را پاسبان حاجت نبود. چرا؟ برای اینکه ماهی نمیخوابه. پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. پاسبان و نگهبان برای کسانی است که به خواب میرن، و وقتی به خواب رفتن دزد میآید و متاعشون رو میبرد. اما وقتی کسی بیدار میمونه